رهبرای پیشین هم یه زندگی میکرد چون در برچی چندین رهبر بود و هم هر منطقه از خود یک پادشاه داشت. چرا سرکای خود رهبرها جور میکرد؟ فقط رهبرها دنبال جیب بود. دنبال جیب بود که بره در چیزا در کشورهای خارج بلده خود ساختمان بخره. دیگه فکری غریب و بیچاره و بدروز ملت هید نمکت. هر کس با منافع جای به خود گپ میزد. میگرفت که سرک جور میکردم زورمندا بود نمیتونستن. به این خاطر یک ذره یک تال میخوردن. این فضل خدای امارات اسلامی آمد. این فضل خدا هر سو سرک سازی است جور کرده میرن خانه را جور میکنن نقشه است. سابق از طرف زورمندا این سرک مانع قرار می گرفت که سرک جور شود. حال فضل خدا کارش آغاز شده تقریبا 90% پیش رفته. این پول دیگه تکمیل شده دیگه سرک هم دیگه تکمیل میشه و تندرهای ما براحتی میتونن رفت آمد کنن. سهولت خیلی خوب ایجاد کرده بلده از این مردم. یعنی از این رای مردم در کمپینی موره، در اوشار موره، در کرسنگی موره خیلی آزاد. دیگه یعنی تصادف خیلی کم شده. این سرک مرز طولش هم کلان است. آره مرز طولش هم عرض و طولش هم خیلی کلانه. باز یک سهولت خیلی خوب بلده زی مردم پیدا شده. اگر زمینای مردم خراب کده، اگر خانای مردم خراب کده، در آینده زی خیلی خوب شده. بلده زی مردم خیلی فایده کده. این حال بغل سرک ها اینجا میتنه که کس بکار کنه. یعنی زمین ها خیلی بای برو کده. از او کتر شدنی دکان ها بسیم این جور میشه در آینده این شار میشه. و همچنان بالای دریای کابل پل ساخته میشه. یارو سابق ما که میرفتیم که از داخل قریه ما برامدیم 20 دقیقه الان نیم ساعت وقت بود. حالا که از خانه ما برامدیم که ریکشاست موتر از فضل خدا در پنج افغانی یا تا پیاده میتونی تا سرک رو میبرسی تا بازار نه ولی را بیسیار کم شدن. اما خدا خداوند خیر بده این دولت ها. کاش که تو همیشه فامیدی آرامی باشم تو مردم آزاد بگرده. دولت دلسوز نبود. دولت که بود خائن بود. فقط اگر رفت و یک آدم زمینش خراب میشد یا یکی امی خانهش خراب میشد یک مقدار روپی که میداد باعث رشوت اونو دیگر نقشه تغییر میداد. یک رهبر مثلا نیستو بود، یک رهبر روسو بود، چهار تا رهبر که ایجای شد نمیموندن این سرک تیر شد، بزور خود نمیموندن. و اون منطقه با نظرم منطقه خلیلی بود. اون طرف از خلیلی بود، این طرف دیگه از رهبرهای دیگه بود. خب ما خب کلو ما شما میفهمیم. با چه بود؟ دیگه این امارات از دیگه که نه پروای محکی که داشت نه پروای دیگه که از داره کلش هم یک با یک چشم سعی میکنه. خوب است نه؟ امارات شرق نمیگه غرب نمیگه کار میکنه. کار میکنه. یعنی کارش خوب است دیگه. بله صاحب. به نام یاد خداوند متعال سلام و تندرهای مهربان. امیدوار هستم صحتمند و تندرست باشین. انشاءالله که شب و روزتان به کام دلتان سپری شود. تشکر از شما برادرای محترم، خواهرای عزیز، مادرای مهربان که همیشه به خاطر تماشا 34 افغانستان انتخاب کردین. ما هم تلاش میکنیم از نقاط مختلف افغانستان و همچنان از نقاط مختلف کابل
برنامه داشته باشیم. ما محمد حیدری هستم، بازم به یکی از گزارش های ساخت و ساز شما را خوش آمدید میگیم. واقعا با آمدن امارات اسلامی افغانستان 2 سال و چند ماه میشه میگذره. واقعا بزرگترین پروژه را امارات اسلامی افغانستان تطبیق کرد، گرچه خیلی وطندارای ما شکایت دارند که کار نیست. وقتی که یک پروژه تطبیق میشه وطندارای ما هم صاحب کار میشه. پروژه تطبیق میشه که هزارها وطندار ما صاحب کار میشه برای مدت طولانی دیگه. در این قسمت که ما قرار داریم به نام فاضل بیگ یاد میشه. این مرز است بین نایه 5 بین نایه 13. واقعا نایه 13 و نایه 5 خیلی تغییرات آوردن. این یکی از سرکای القوی کابل است. این از سر کوتل شروع میشه به نقاش برچی ختم میشه و وطندارای ما سابق خیلی راه را طی میکردند که بیاین و به نقاش برچی طرف برچی برن و همچنان افشار دالمان. هر طول سرک هم بزرگ است، 2 سرک است، یک سرک رفت یک سرک آمد و همچنان بالای دریای کابل پل ساخته میشه. سابق کنم پلی در این قسمت نبود، بالای دریای کابل پل ساخته میشه، پل هم به شکل استاندارد دیگه و همچنان کار اینمی سرک تقریبا 90% پیش رفته، 10%ش اینمی پل از دیگه و کار این پل هم چند ماه پیش آغاز شده بود، تقریبا پیشرفت کاری هم تقریبا 80% پیشرفت کاری را هم داره و همچنان این سرک راه را خیلی نزدیک کرده و یک طرف دیگه ازدحام ترافیکی کم میشه. سابق از طرف زورمندا این سرک مانع قرار میگرفت که سرک جور شود. حال فضل خدا کارش آغاز شده، تقریبا 90% پیش رفته، این پل دیگه تکمیل شده، دیگه سرک هم دیگه تکمیل میشه، وطندارای ما براحتی میتونن رفت آمد کنن. انشاءالله وطندارای ما در قسمت نگهداری تاسات دولتی و همچنان جای عامل منفع تلاش کنن و خیلی باشنده هایی که در این قسمت قرار داره خیلی خوشحال هستن و همچنان این منطقه پیشرفت هم میکنه دیگه. انشاءالله کار سرکشان تکمیل شد دیگه و این قسمت ها فراموش شده بود. یک وقت یک نفر هم میگفتیم که به فاضل بیگ کجاست، فاضل بیگ که نمیفهمید. حال فضل خدا این منطقه به نام فاضل بیگ یاد میشه و همچنان این منطقه پیشرفت هم میکنه. ما هم میریم نظرات وطندارای خدا میگیریم و همچنان کسایی که در اینجا مصروف کار هستن و سکونت دارن. تا آخر برنامه بیننده ما باشین. السلام علیکم. سلام علیکم. آقای صاحب خسته نباشین. سلامت باشی. جور هستین صحتمند؟ الحمدلله شما خوب هستید. بخیر باشین سلامت. سلام. آقای صاحب چی میکردین اینجا؟ اینجا فقط به خاطر از این ده که می پول سیل کنی از این امارات ما خیلی خوش هسته، به خاطر از این که می راه را خیلی یک سهولتی خوب جور کده بلده از این مردم بلده که این راه هم خیلی خوب سرک جور شده، این پول هم که جور شده خیلی یک سهولت خیلی خوب اینجا ایجاد میشه بلده از این مردم. آی صاحب چقدر رفت آمد نزدیک شده؟ سابق چگونه بود رفت آمد؟ رفت آمد هم خیلی سهولت خیلی خوب ایجاد کرده بلده از این مردم، یعنی از این رای مردم در کمپینی موره، در اوشار موره، در کرسنگی موره خیلی آزاد دیگه، یعنی تصادف خیلی کم شده. این سرک مرز طولش هم کلان است؟ آره مرز طولش هم عرض و طولش هم خیلی کلانه، باز یک سهولت خیلی خوب بلده زی مردم پیدا شده. اگر زمینای مردم خراب کده، اگر خانای مردم خراب کده، در آینده زی خیلی خوب شده بلده زی مردم خیلی فایده کده. این حال بغل سرگا اینجا میتنه که کسب کار کنه، یعنی زمین ها خیلی بای برو کده، از او کتر شدنی دکان ها بسیم این جور میشه، در آینده این شار میشه. آی صاحب چرا سابق آبادی همه قدر نمیشد؟ خب سابق که نمیشد بخاطر از اینکه دولت دلسوز نبود، دولت که بود خواهین بود، فقط اگر رفت و یک آدم زمینش خراب میشد یا یکی امی خانهش خراب میشد یک مقدار روپی که میداد باعث رشوت اونو دیگر نقشه تغییر میداد. آی سر رهبرای پیشین هم یه زندگی میکرد، چون در برچی چندین رهبر بود و هم هر منطقه از خود یک پادشاه داشت. چرا سرکای خود رهبرا جور میکرد؟ فقط رهبرا دنبال جیب بود.
دنبال جای بود که بره در چیزا در کشورهای خارج بلده خوب ساختمان بخره. دیگه فکری غریب و بیچاره و بدروز ملت هید نمکت. آره. خصوصا در این قسمت محقق بود، کریم خلیلی بود و دیگر رهبرهای پیشین بود، اما سرک جور نمیکد. باید سرک خصوصا برچی را چهار سرک جور میکدن. هر کس که بود صلاحیت هم داشتن. هر کس که بود امی خاصتا در می افغانستان از شما زمان امان الله پاس یعنی علی هیچ رهبر کم ده مقصد دلسوزی در ملت در دولت امی دلسوزی نگده تا بالا. مقصد هر کس در فکر مزی بود که چیز جیب پرشنه بره در کشورهای دیگه بنگله جور کنه بلده خو بلده خو ساختمان بخره، فقط بخاطر مزی بود. پیام خود به رهبرهای پیشین چی است؟ پیام از ما به رهبرهای پیشین این میه که از رای مسالمت آمیز باید دولت از رای گفتگو نه از رای جنگ باید سازش کنه. بخین از ما یک برادر است، بخین از ما یک افغان است، با هم باید بینشینی. اینال افغانستان و ژاپن یک روز استقلال خود دست گرفته، اینال ژاپن در کجا رسیده، افغانستان در کجا است؟ آقای صاحب، ما شما مسئولیت داریم در قسمت نگهداری تاسات دولتی؟ چیز؟ مسئولیت داریم در نگهداری کنیم سرکارا؟ بله، این مسئولیت هر شهروند افغانستان هم یه که باید از این سرگا و از این فضای سبز که در بین از این سرگا جور میشنه از یه حفاظت کنی تا دولت از ما آباد شنه. بخیر باشه، سلامت باشه، خان آباد. شکر. السلام علیکم. سلام علیکم برادر، خوب هستین شما؟ خسته نباشین. تشکر، زنده باشین. جور هستین صدمه. قربانتون شم. میشه خدا معرفی میکردین، نامتون چی است؟ اینجا چی میکردین؟ نام من جاوید است. از فاضل بیگ هستم. همینجا خانه ایم است. با یک پنج دقیقه بر اومدیم لب پل که پلا ببینیم که در چی وضعیت است. چطور شد بخیر؟ کار مگم بسیار سست روان است. خوب است، کار سرک تکمیل شده بنا. کار سرک نام خدا کار سرک نام خدا تکمیل شده. از این سو تا برچی، از لب پل از این طرف تا خانه امیر طوفان سرک کمپانی و کتسنگی فضل خدا سرک خوب است، بسیار سهولت شده به مردم. نگه امید داریم که نمتو بخیر در طرف چه قرار نزدیک شده رفت آمد؟ یارا سابق ما که می رفتیم از داخل قریه ما برامدیم 20 دقیقه یا نیم ساعت وقت بود. حالا که از خانه ما برامیم اگر یک شاز موتر از فضل خدا ده پنج افغانی یا تا پیاده میتونی تا سرک می برسی تا بازار نه والا را بسیار کم شده. نام خدا خداوند خیر بده این دولت ها. کاش که تو همیشه فهمیدی آرامی باشه هم تو مردم آزاد بگرده. حالا میال میگردیم هر سر ولایت میریم فضل خدا هیچ کنم گپ نیست. سابق میرفتی چرا جور نمیکردی سرکار مردم ها؟ خب هر کس به منافع جای بخواد گپ میزد، میگرفت که سرک جور میکردم زورمندا بود نمیتونستن. به این خاطر یک ذره یک تال میخوردن. این فضل خدا امارات اسلامی آمد، این فضل خدا هر سو سرک سازی است جور کرده میرن، خانه ها را جور میکنن، نقشه است. این هم تو فضل خدا آرامی است دیگه. و خصوصا همین منطقه منطقه چندین رهبرای پیشین بود، نامایشان را نمیگیریم، اما متاسفانه که نمی سرک جور نمیکرد، سرک برچی را جور نمیکردن. باید سرک برچی 40 متره می بود. جانا خود تو بود که در وقت سابقی سرک بود زمین های مردم بود، یک مردم یک رهبر مثلا نیستو بود، یک رهبر روسو بود، چهار تا رهبر که جای شد نمیماندن سرک تیر شد، بزور خود نمیماندن. و اون منطقه به نظرم منطقه خلیلی بود. اون طرف از خلیلی بود، این طرف دیگه از رهبرهای دیگه بود. خب ما خود کلو ما شما میفهمیم. پاچا بازی بود. پاچا بازی بود دیگه. پاچا خود رهبر خودش پاچا بود. خب هزار بر شکر کارا می اومده. شکر شکر. این حالا کار نمی سرک تقریبا 90% پیش رفته. و 10% اینمیز دیگه اینمی تکمیل شد دیگه چقدر سهولت میشه با وطنداره دیگه. فضل خدا اینمی که پل که جور شد دیگه فکر کو که بیخی پنج دقیقه را نیست تا کمپنی. خب سابق اینجا کنم سرکی بود؟ نه. چی نه. بود اینجا؟ اینجا زمین های کشتی مردم بوده که از مردم قریه بوده که مردم سیبنگی بوده، این مردم فاضل بیگ هستن. مگر این مردم ها زمین کشت کار میکردن، سرک نبود. این حال فضل خدا سرک شده. میگه یک مطل مردم دیات است، میگه شهر بخیزه خیر تمام مسلمان ها باشه. این شهر خیز به امیدی فضل خدا این سرک کرد شد تیر شد، پل جور میشه، با مردم سهولت میشه، اینا بخیر دکانا جور شود، در لب سرک اینا مردم آرام از دیگه. آرزو چی است رفیق؟ آرزو می نمی سه که هم مگی دز به دز بتا این وطن را جور کنه، هم مگی با یک بسیار نام نیک، با یک صدای بلند
کلگی با دست جمع یک جای باشن، همیشه به این وطن خدمت کنن. بخیر باشید. قربانتون شوم. سلام علیکم. و علیکم السلام برادر. خسته نباشید. بخیر باشید. سلام. زنده باشید. میشه خدا معرفی میکردین نامتون چی است؟ اینجا چی میکردین؟ نام من اسم من کاز عمران است، از این منطقه. بله. مدت 20 سال میشه که اینجا زندگی خود می کنم. یک عمر از دیگه. یک عمر اینجا تیر کردم ما. این مبارک باشه، کار سرکتون تقریبا 90% پیش رفته و همچنان کار اینمی پل جریان داره. چقدر ولی پل خوب شده پامیدی به مردم خیلی یک چی شده پامیدی اینمی سرک پامیدی کل چیزا را به مردم بسیار یک سهولت بزرگ شده. رفت آمد چقدر نزدیک شده امروز جان؟ رفت آمد بیخی دیگه نزدیک شده اند به بازار برچی که میروانه بیخی نزدیک شده به ما، بیخی مردم از منطقه بسیار خوش هستند. چی کار بار میکنم امروز جان؟ خود ما بیکار هستیم، بلحال بیکار هستیم. ما سابقه که بود دریور بودیم، دریور موتر بودیم، حالا که بیدار بیکار هستیم پیدا. بیا خدا مهربان است. عمران جان چرا سابقه همی سرک جور نمیشد؟ سابقه جور نمیشد، کل بیدار رشوت رشوت خوری بود دیگه دولت سابقه پامیدی. حالا که شکر خدا سه امارت اسلامی که آمد بسیار بمی تابه دل کار ما کده دیگه. خوش از دیگه. خوش بله صاحب. اون منطقه به نظرم مربوط به محقق و خلیلی میشه دیگه. بله بیخی دیگه خودش ما پامیده آدم هستی دیگه. حال فضل خدا این امارت ببین کاری را چقدر به سرعت پیش برد. پیش برد. دیگه این امارت هست دیگه که نه پروای محقق داشت نه پروای دیگه کس داره. کلش هم یک به یک چشم سعی میکنه. خوب است نه؟ امارات شرق نمیگه غرب نمیگه کار میکنه. کار میکنه. یعنی کارش خوب است دیگه. بله صاحب. خدا را شکر. اینال کاری سرک تقریبا 90% پیش رفته. اینال تکمیل شوه. بله. بعد مردم مسئولیت داره؟ بله چرا نداره مسئولیت. مسئولیت باید داشته باشه که بیادر نه. کدام جاش کدام چیز نکنه؟ خراب نکنه. خراب نکنه باید. هوا اعلان نکنن. هوا اعلان نکنن باید. خیلی فکرشون. خیلی فکرشون باشه سر. بخیر باشه. زنده باشه. زنده باشه. بخیر باشه. بخیر باشه. آنها. ما هم ناگزیر هستیم خدافظی کنیم. این بود داشتن برنامه تا برنامه دیگر تا دیدار دیگر شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شب و روزتان خوش. حالا نهادار شما.